رکورده. جلو هم بیام فوکوس خراب میشه ها. نه بهتر میشه. آره. تو جلو باش. من یه وقت جلو میام یه وقت عقب میرم. خب اگه جلو عقب میری خب این به هم میری. خب نمیتونی همیشه ثابت باشی که. که آمده ها؟ اگه میدونی چی میگم. سلام. آقا ما بعد از 6 ماه نه 5 زیادش نکن، فکر کنم 6 ماه بزرگش نکن، یادش بزرگش نکن، درسته 4 5. ما برگشتیم خیلی خیلی خوب برگشتیم. چی میگم فریدون زانیو؟ من اومدم خیلی خوش اومدم. بعد از 5 ماه 6 ماه تونستیم دوره برگردیم. آقا حالا بذار من یه ذره دست بالا بگم، این همه به ما نق زدن، حالا بذار مثلا بگیم که زیادم بوده. نق چی بوده؟ ببین خونی ام پره های بینیت گشاد شد، میخوام بدونم چی بوده. خیلی از پره هام گشاد شده، فقط بینی نیست. یه دست این آبی که برام آوردن چیشه؟ همه چی هست، املاحه، پر از املاحه. بخور، منو هم آب خوردم. آقای فرزادی میخوای ما رو سربدیس کنی؟ رینیوش کنم آره. آقا سلام کنید اول به یه شروع به قول سپهر، شروع سوبر داشته باشید. سلام کنید به شنوندگان عزیز و بینندگان. اینا رو چرا سلام نمیدید؟ نمی‌رسم تو یو لخ میپریم تو استخر. یه رو به داری حرف میزنی. جونم براتون بگی که آره ما این مدت نبودیم. میخواین اونم توی اپیزود صحبت کنیم دیگه که کجا بودیم، چون کسایی که میشنونم بدونن ما کجا بودیم. آره. کجا بودیم مگه؟ من که مسافرت بودم خیلی تعداد زیاد، بعد درگیره میگیم دیگه، میگیم چه خبر؟ اینورم اوکی دیگه، خدا رو شکر. خدا رو شکر. نمیدونم دیگه. آقا ما کسایی که الان دارن میبینن ما رو، ما اومدیم توی این استودیو جدید، قرار بود 11 شروع کنیم، الان ساعت 12:34 است. کارون گفتش که تاریخو بگیم اون روز. تاریخ ضبط فوریه 5 ساعت 12:34 است که داریم. آقا دهانیم باش، ما دهانیم همه بودیم. تو که دهانیم اینجا نبودی. نه 12:34 بودم. دهانیم اینجا نبودی. 12:34 من 11:12 دقیقه رسیدم. ما از اون موقع داریم سعی می‌کنیم ستاپ کنیم و آخر به یه ستاپ تقریباً مناسب رسیدیم. چندین وقتم بود من خودم والا با این دوربینا کلنجا میرفتم، ولی چون که تعداد آدمش نبود هیچ وقت نمیدیدی اون تصویر دقیقاً چجوریه، برای همین زیاد کار نمیکرد. نیاز به نفر بود، نه نیاز به افراد زیادی بود برای اینکه بشینن دوره میزه و درستم بشینن، میدونی چون که درست که شما نمیشینید. چه خبر؟ خوبی؟ خوشی؟ بزرگ شدی آفرزن. آره. آخه ایمان میگفت اونجایی بشینید که قاعدتا میشینید. اون دفعه اول همه اینجا میشینید. نه. کل اپیزود قرار اونجوری بشینید. نه. گفتم درست بشین. یعنی چه میدونم تو اینوری نشسته بودی، رو به افق نشسته بودی، ولی خب دوربین قراره اینجا باشه. ولی الان دارم اینا خیلی چیدمانمون باحال شده. یعنی یه زیگزاگ اینطوری درسته. آره خیلی خوبه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. واقعا از اون ایده اولی که چادر به سر میکنم باحاله. ایده اولی کدوم بود؟ رو به رو هم میشستیم. چرا؟ اون ایده بیسیک چیز بود. خب من الان میخوام با فرزاد صحبت کنم، یه ذره سخته دیگه. آره میدونم، ولی خب دیگه به هر حال میزان اونطوری نه، اونطوری فقط نه، اون تو از ویژوالی نمیشود، اونو میفهمم. آره ولی از لحاظ راحتی، آره اگر که قرار بود این اتفاقا راحت تره، زاویه که باید بچرخی به سمت فرزاد کمتر از قبلی است. قبلی 90 درجه بود، شما سمت ما نیا شما. آها تو داری میگی اگه بغل دستت نشسته بود، فهمیدم چی میگی. آره اگه اوکی. چه خبرم؟ چطوری؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتی؟ اشغال برا سلامتی. بله سعی و سالمید به نظر میاد اینطوریه. یه جوری داری قصر در میری از کووید، اصلا انگار پول بهت میدن. من قبول این گرفته نمیگه بهتون، فرضم نگرفته دیگه تو، ولی از روز اولی که 2019 تو سیمتوم داری. آره بابا تو از اول درخواست، از روز اول اولین تستای کووید کانادا رو فرزاد میداد. نه راست میگه، من مریض بودم ولی کووید نداشتی. کووید نمیدونی دیگه، یعنی شاید، ولی واقعا این داستانه که نه. بذار من فقط اینو بگم قبل از اینکه تو اینو بگی، اینو من بگم. ایشون موقعی که سیمتوم نداره میره تست میده. آره ولی موقعی که سیمتوم داره تست نمیده. نمیدونم چجوریه، ولی 2019 یادمه که اصلا کووید اینا که نبود، ولی من نزدیک به 40 روز همین حس چشایی و بویایی نداشتم. اون موقع میومدی ما رو میدیدی. پیشنت زیرو بوده دیگه، خب نمیدونسته دیگه. یه هنوز کووید اون موقع تو ووهان هم نبود، چیکین نکرد. چه تایمی بود؟ 2019 ژانویه بود فکر کنم. ها ژانویه 2019 نوامبر دسامبر بوده که بوده. آره بوده، سراشتی ما داشتیم. آره ولی این جدیده رو منم نگرفتم دیگه. آخه اون روزی که اومدیم اینجا استاپ کنیم همه با هم بودیم، بعد فرداش فرهاد چپ شد، فرداش نه همون شبش تکس. من گفتم ما توی اون اتاق کوچیکه بودیم. حالا عزیزانی که دارن میبینن ما اینجا مذاکرات زیادی انجام دادیم که توی این محیط ثبت کنیم. قرار بود توی دخمه ای بود که آقا اونم از سر هم اونم نداره، اگه نمون نداشت واسه طرفم نفر. قرار بود توی یه دخمه ای که یک نفر اونجا بشینه کار کنه اذیت میشه، ما چهار نفره بشینیم و یه سری عکسشو بزنیم. این زی دیزاینر آورده بودیم، دکورم قرار بود اونجا بهش اضافه بشه. بعد کسایی که ما رو میشناسن میدونن ما معمولا هیچ وقت توی اتاقای تنگ نیستیم. اون روز ما یک ساعت آدم بعدی رو بدونن در مورد ما کی میزونه. اون روز ما حدود 2 ساعت توی اتاق تنگ بودیم. بعد اصلا وارد من شدم با فرهاد حرف زدم، یه صدای دیگه ای داشت. فرهاد کلا صداش برام کرد. او تو نوتیس کرده بودی صداش برام؟ ازش پرسیدم، گفتم فرهاد چرا صدا چیزه؟ گفتش اینمون ببخشید فرهاد گفتش که از سرماخوردگی 2 هفته قبل که یه دورم ما رو سکته داده بود. بعد هیچی شبش تکست زد که من حالم بده، حواستون باشه و اینا. و چند روز بعدش مثبت شد تستشون. آره چقدر بد بود، من خیلی اذیت شدم. ولی حالا بگو هم توش هم بعدش، یعنی هم تو دوران کووید هم بعدش. آره که گرفته بودی. آره. بگو دیگه. هر روزم داری اذیت میشی. الان که فکر کنم دوران بعدش، دوران بعدش مغز تاثیر داره. ببین میگم اون چونه حس بویایی و چشاییمو که کامل از دست دادم، کامل مثلا 90%. یعنی مثلا اینو با این فرقش نمیفهمی. اینو با کی؟ اینو با این، یعنی بخوری اینو با اونو بخوری هیچ وقت فرقش نمیفهمی. نه دیگه آبه و مثلا یه آب دیگه، چیز دیگه. آره دیگه پلاستیک. این مطرح شد. نه نمیفهمم، فقط سیر میشم. درسته. خیلی ناراحت کننده مثلا منی که عاشق غذا خوردن و طعم‌های مختلفم، خیلی ناراحت. یعنی هفته پیش سفر بودیم، سفر هفته پیش خیلی با من بهش میگفتم بابا نون بخور دیگه، تو که نمیفهمی از گوشتا رو بزن بخورید، تو نون بخور. اینه. بعد حالا اینو بگم، اینم بگو. آره اون 5 روزی که تو اتاق بودم، یعنی واقعا کامل در انزوا بودم، روز بعدش که اومدم بیرون انگار مثلا رفته بودم یه کره دیگه، منگ بودم، یه حالتی که انگار صدا رو درست نمیشیدم، آدما واسم غریبه بودن دیگه، اذیت واقعا بود دیگه. من تلفن برداشتم زنگ زدم. 2 هفته اینطورا اول ژانویه کامل چیزی می‌کشی و هیچ آدمی رو هم ندیدم، ولی این حالت تو رو نداشتم. تو خونه بودی، من تو اتاق بودم. تو می‌خواستی رعایت کنی واسه کرونا اینا، چی شد که 2 هفته خونه موندی؟ انگیزه نداشتم. یعنی من یه سفر رفتم آخر 2021، بعد از اونجایی که برگشتم دیگه خونه بودم. بعد این اومیکرون هم وحشتناک بود، تو طول هفتم حالا کل بیرون رفتن من جیم رفتن بود که اونم اینجا بسته بودن. آره خودم بودم و سایه خودم تو خونه. کاسکارم رفته بودی خرید؟ آره خونه. آره همینجوری من هیچ آدمی ندیدم. اولین باری که آدم دیدم اومده بودیم اینجا که فرهاد مریض بود. این همه من تلاش کردم، این همه هیچ اتفاقی براش نیفتاد آخرین باری که. ولی خب جالبش این بود که هیچ کس از تو مریض نشد. چرا؟ تقریبا همه اینجا. شما آره من انقدر واسه شما نگران و ناراحت بودم. نه من که گرفته بودم قبل، ولی من کووید آره برای من خیلی تجربهش فرق می‌کرد. کووید که وارد بدنم شد گفتش که این که آره دیدنی سرویس بیخیال تو اینجا بمونیم سوخته. من یه روز فقط یه ذره صدام گرفت، یه ذره سرفه میکردم، یعنی قهقهی که میزدم دنده هم جوی که درد هست، جویه که بابای ما بچگی برای ما تعریف میکرد دیگه. الان نه صحبت از باباتون شد، ما دعوت میکنیم از ایشون بیان. یه جنگی بوده اینا. بعد نمیدونم آخه چجوری. خب بگو دیگه همون یه شخصی بوده. آره یه جنگی بوده. بعد مثلا فرداش میان میبینن، مثلا ببینن کسی زنده هست، مثلا که اگه کسی زنده است نجاتش بدن و اینا. میبینن همه مردن، از یه جای صدای ناله‌ای داره میاد اینم بالا سر یارو. بعد میبینن که زنده است، بهش میگن که بعد میبینن یه نیزه از مثلا از توی قفسه سینه‌اش رفته، کوبیدتش به زمین، یعنی میخش کرده به زمین. بهش میگن چی شده، مثلا الان چه دردایی داری، کمکی چیزی میخوای؟ میگه هیچی نیست. آقا وقتی قهقه میزنم قفسه سینه‌م یه ذره تیر میکشه، اینم همونه. الان من دوران کووید قهقه‌ای که میزدم یه ذره سرفه میکردم، تیر میکشیدی. میگم کووید که وارد بدن من شد، گفتش که اینجا سوخت میدیم اگر که بمونی. آره اینجا داستان داره و رفت. من زیاد مشکل نداشتم با کووید واقعا، شکر. آره ولی خب خانواده عجیب گرفته بودن از اون. هر چی که احساس میکنم هر چی تو خانواده پیشرفت میکرد قوی تر میشد، یعنی مثلا مامانم اینا هرکی دیرتر میگرفت بدتر بود. آره هرکی دیرتر میگرفت بدتر میشد براش. مثلا مامانم اینا حالا تب داشتن و مثلا 4-5 روز مریض بودن، از اون و مثلا فامیلای دیگه‌مون که از مامانم اینا گرفته بودن اونا خیلی مریض شده بودن، یعنی عجیب حد مثلا بیمارستان اینا مریض شده بودن. میگم ما الان اینا رو اینجا میگیم، تو اپیزود قراره چی بگیم؟ حرف داریم. این برای دو هفته گذشته 6 ماهه. یه تیکه بدیم نه؟ یا علی آخه نمیخواد یه اینترو نشته باشه. اینترو میخواد. میخواد بزنیم اینترو. اینترو بزنیم الان؟ نه دیگه حالا داریم تا چقدر رفته؟ 11 آخه تو. آره درگیر کووید بودیم یه مقدار زیادی. مثلا یه ماهی هست الان درگیریم، ما دونه دونه از این ور اونور میگیریم. من اول ژانویه بود دیگه، یعنی من قشنگ اول ژانویه من 2022 رو قوی شروع کردم از تو هتل در تنهایی. رفتم. آره من رفتم. خانواده نمیدن اگه الان شنیدن که ما هتل بودیم نمیدونست بنده خدا. درست. شما چه خبر؟ منم خیلی نگران شدم وقتی که فرهادو اون روز دیدیم اینجا، شبش این سیمتما رو گرفتینا. جالب بود کوروشین هم اینجا بودن، بعد میگفتن که ما هم کووید رو همینطوری رد کردیم. آره هر کی من گفتم آره هم اینا میگیرن هم من میگیرم همه میگیریم، ولی خدا شکر آره تمام کسایی که تا الان داج کردن هم. ببین اینو که یعنی اینو که رد کردید اینو نگرفتیم، واقعا من یه ذره سورپرایز بودم چون تو باید میگرفتی. من سفره رو سورپرایز شدم، سفر هفته پیش. آره من گفتم که من اگه بعد اون نگیرم یعنی واقعا بدم. چرا؟ اینوینسیبلی. چون اونجا همتون گرفته بودید دیگه یه دورو. خب یعنی میتونید ناقل باشید. آره ولی خب من هنوز اینه یکی اینو باید بیاد بشکافه. آقا شکافته شده دیگه. خب یکی بگه به من چه جوریه تو میتونی بگیری ناقل باشی. نه بعد مثلا تو خودت میگیری یه بار مریض میشی بعد خوب میشی، بعد چجوری میتونی ناقل بشی؟ در مجاورت یکی دیگه که مثلا کووید یا هستی؟ میتونه تو بدن خودت هم بمونه همینطوری خوب بشی ولی باشه دیگه. نه فکر کنم بیاد اونو نمیدونیم. نه دیگه تو بدن من میمونه که مثلا میمونه که تو بری یکی که داره مثلا بغل دستش باشی این بشینه رو کجای تو میره، فکر کنم تو نفس تو مجاری تنفسی بعد میمونه دوباره مثلا 2 هفته. نه میخوام اینو نمیدونم. آره یه تو سیمتم نشون نمیدی ولی داریش. آره بدن تو ایمنه ولی همچنان عاقلی دیگه. ولی راست میگه تا کی داریش همون دیگه، چون مثلا الان دیگه دیدی که هر چیزی که اوایل میگفتن الان داره دیبانک میشه در مورد این مریضی. آره ما که دیمانتایز شدیم انقدر این کلمه جمله رو گفتیم. نه الان کی شده الان جا میگن. آره ولی خب الان هر مثلا چیزایی که قدیم میگفتن الان دیگه صادق نیست دیگه. مثلا میگفتن ماسک پارچه‌ای بزنید اوکی، الان ماسک پارچه‌ای فوش داره بزنید. ماسک پارچه‌ای رو اومیکرون کار نمیکنه همون دیگه، یعنی همینطوری داره رو قبلیه فکر نکنم رو اونم کار کنه. یا مثلا میگفتن از سطوح میگیرید بعد الان میگن که دیگه از سطوح اونقدر خب علم دیگه میدونم یعنی همینطوری میخوام لاکار شدن، یعنی خیلی از بین رفتن. شما ادبتون هم از دست دادید توی مدت. خیلی کنسل شدن دیگه به خاطر همین حرفایی که می‌زدن توی مدت دی پلتفرم و اینا شد. می‌خواید برید حالا توی اپیزود دیگه. بریم تو اپیزود. آخه اونم همین حرفا رو قرار بزنیم دیگه. ادامه همینا رو می‌خوام بگیم جدا می‌کنیم. باشه پس رفتیم. گفت با شروع پایان با هم بود. کردم دکمه ریکورد رو نزدم پشیمون ریخت. دماغ خوشگلی داریم از بغل داره ما رو میگیره دیگه. من چیکارت کنم؟ سلام، میز خودکست، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان‌های این برنامه. در کنار من بر بچه‌ها همه نشستن، دور هم نشستیم. کارون هست، فرهاد و فرزاد. سلام. سلام، چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتین؟ الان دیگه آماده اپیزودی دیگه. حالا رفتیم توی مود اپیزود. آره الان دیگه داشتم روی این اپیزود کار میکردم. الان اپیزود توه؟ نه. چرا یهو؟ چه خبر؟ همه چی خوب؟ بله، بد نیست. ما بعد از 5 ماه برگشتیم. من دوست دارم میگم آقا، من دوست دارم میگم 6. من میگم 6، شما 5 حساب کنی. هر کی رد میشه نگاه میکنه. هر کی رد میشه بد نگاه میکنه. بگو دیگه، بگو کجایی. آره، ما کسایی که الان میشنن و نمیبینن بهتون پیشنهاد میکنیم که برین یوتیوب اون رو ببینید. الان ما اومدیم توی یه استودیو، در واقع با کوروش و میام یه استودیو گرفتیم. الان داریم از اونجا ضبط میکنیم. دیگه اون ویو خونه ما و اینا کنسل شد، ولی خب دیگه کاریش نمیشه کرد. اینجا خالی از لطف نیست، ولی آره، رونق اگر نیست صفا هست. جونم براتون بگه که first things first میخوای صحبت کنیم؟ بله. خب اولین تغییر رو که ایمان به اطلاعتون رسون که ما جای جدید داریم ضبط میکنیم. آره. ما یه تغییر دیگه داشتیم که من با تأسف میخوام خدمتتون عرض کنم. این تغییر رو این بود که روژین از تیم ما جدا شد بعد چند سال؟ از 2017 دیگه. اصلا اون روزای اول 2017 بود. آره. بعد 4 سال و نیم روژین تصمیم گرفت که از تیم ما جدا بشه. این خبر ناگواری بود که به اطلاع ما رسوند. من خودم به شخص اولش تلاش داشتم میکردم که این اتفاق نیفته. سعی میکردم اون در واقع دلایلی که اون داشت و ما حالا یه جوری آدرس دهی کنیم که اتفاق نیفته، ولی خب بعدش من خودم هم قانع شدم و به این باور رسیدم که به نفع همه است. هیچ دعوایی چیزی هم نبود. دوستانه تصمیم گرفتیم که همچین کاری بکنیم. روژین دلایل خودش رو داشت و متاسفانه ما از این سیزن به بعد دیگه ایشون رو نداریم. آره، خیلی هم کمک کرد دیگه. روژین اصلا یه عضو خیلی مهم از خودکست بود. ما همیشه میگفتیم دیگه اگر که اون نبود شاید ما خیلی از پیشرفت‌ها رو نمی‌کردیم، خیلی از اینترویوها رو نداشتیم. کارهای گرافیکیمون رو انجام میداد، کارهای توییترمون رو از صفر رسوند به چیزی که الان هست. سوشال مدیا. آره، کلا سوشال مدیای ما رو بهمون کمک میکرد. توی تنها عضوی از ماها بود که اپیزودا رو واقعا گوش میداد، چون ما شارتا هیچ وقت این کار نمیکردیم. روژین همیشه واقعا گوش میداد و یه ویژگی خیلی خوبی هم که داشتیم بود که ما هیچ وقت یادمون نمیومد کدوم حرفو کجا زدیم. اون همیشه با تاریخ و عدد اپیزود. آره خیلی خوب. آره میگم حالا روژین همیشه یه عضوی از خودکست حالا باقی میمونه، ولی متاسفانه دیگه نداریمش دیگه. و یه فرق دیگه مهمی هم بود، تنها عضو بانوی خودکست بود که دیگه الان شدیم 4 تا سیویل دیگه. اصلا دیگه نظر بانوان رو نداریم توی اپیزود همون. آره. که اینه که بعده بریم سر موضوعات بعدی. آره دیگه، این خبر ناراحت کننده رو دادیم، ولی حالا همونجا که ایمان گفت همیشه عضوی از خودکست هست، قطعا به ما خیلی کمک کرد توی این 4 سال خورده ای، ولی خب یه وقتایی دیگه مسیر زندگی جدا می‌شدن، باید بپذیر کارش نمیشه کرد. آره دمش گرم، مرسی که این مدت به ما کمک کردی. میگم بدون تو واقعا خیلی اتفاقا برای خودکست نمی‌افتاد، خیلی پیشرفت‌ها رو ما نداشتیم. مرسی از روژین. دوربین اپیزودمون رو میخوایم شروع کنیم. ما به خاطر اینکه الان 5-6 ماه من انقدر میگم 6 ماه تا قبول کنی. حسش 6 ماهه تا 7 هم تازه. من بعضی موقع حسش میکنم این دوری رو. اول بگم که یه گلگی بکنم از معذبم، این دوربین اینجاست. چرا اصلا من دوربین نمیبینم؟ آره نگاش نکن. نه اصلا نگاش نگاه نکن. چرا معذبی؟ خیلی خوشی جمع میکنه. وره بعدم هم هست. اونایی که منو میشناسن میدونن من سمت چپم خوبه. بعد دوربین داره نه تو اتاق کوچیک میره نه برای ایران پیش نداشتیم این هر داستانایی که داره پیش میاد. آقا من خواستم گلگی کنم بره واقعا داری من میدونم ولی همیشه یادم صورتت قرینه نیست دیگه. مثلا یکیش بهتره قرینه بود که براد پیت بودیم به خاطر اینکه مثلا اینو میدونن من اصلا هیچ ایده ای ندارم. توجه کنی میفهمی تو زیاد اونقدر آخه به خودت کلا توجه نمیکنی اصلا هیچ. تو میدونی راستت بهتر از چپت. من آره نمیدونم ولی میدونم کدوم بده کدوم. آره من مشکلم اینه که چشام یه خیابان جدید قرنطینه نیست. الان بگی نمیدونم ولی میدونم کدوم خوبه. آره زیاد توجه نکن به حرفای فرهاد. الان بچا همه راستیه. داشتیم راجع به این صحبت می‌کردیم که کووید رو مغز تاثیر میذاره. آره نه من داشتم من میخوام گلگی کنم. بذار گلگی تو بکن. من گلگی بکنم از بینندگان و شنوندگان عزیز با تمام احترامی که برای همه قائلم ولی واقعا یه سری حرفایی زده میشد توی توییتر و چه میدونم اینستاگرام یه سری کامنت ها میومد که واقعا من بعضیاشو جواب دادم ها. یعنی بعضیا رو من نتونستم جواب ندم. یه جوری برخورد میشد که مثلا خدای نکرده ما مثلا مال کسی رو خوردیم نیستیم میگم. یعنی انگار مثلا داریم دزدی میکنیم یا درسته که میگم ما خیلی دوست داشتیم که مثلا اپیزودا زودتر پخش میشد ولی خب همه آدما یه سری درگیری ها دارن توی زندگیشون که بعضی کارا رو نمیتونن بکنن. ما گفتیم این خودکست برای ما یه هابیه، یه کاری که در واقع اکسترا انجام میدیم توی زندگیمون، ازش درآمدی نداریم. چرا میخندی؟ یه لبخند عجیبی داری. لغت خارجی یه در واقع کار هابیو چجوری آره این مدت به جز فرزاد همه ما دغدغه داشتیم. فرزاد شیلترین آدم نه اینم نگیم ما که نمیدونیم بنده خدا چه. آره دقیقاً همینو نگیم ولی من و ایمان مثلا دشمنا بودیم. حالا به هر حال علی اینطوری نبود که ما نشسته باشیم و هیچ کاری نداشته باشیم و خودکست رو شروع نکنیم و بعضی از الفاظی که استفاده میشد واقعا درست نبود. برید رو خودتون برید رو خودتون کار کنید. مثلا بعد من بعضیارو که جواب میدادم سری طرف بک آف میکرد. مثلا اینطوری بودم که مثلا مسیج زده بود که آره شماها دیگه براتون مهم نیست و چون خودکستم دیگه نمیخواین خودکست داشته باشین. گفتم بهش اگه براتون مهمه تو میتونی بهترش انجام بدی برو انجام بده دیگه. چرا نق میزنی؟ ایمان اذیت کرد. آره بعضی موقع باید از شما انتظار نشو. بگو دیدین بابا میخوام بچه رو بچزن از شما انتظار نشو. چرا؟ خب بچه هست دیگه. یه سگمنت بیشتری کردید برای اون بچه انتظار نشو. پدر ایرانی میتونه سگمنت خوبی باشه. هر هفته همه با هم. ولی من خیلی از این کامنت ها رو مثبت میدیدم. حالا تونداش نه تونداش که دیگه خب منم بقیه‌اش مثبت می‌دیدم دیگه تونداش نه همون توندا هم مثلا طرف چیز دیگه نه آخه قهر زدی دوباره همون شخص هم خب چیز دیگه نشون میده که دنبال کننده ماست و به عجت. ببین کسی که دنبال کننده ماست میدونی که از یه الفاظ درستی بعد استفاده کنی. یعنی کسی که 4 سال خودکست رو گوش داده 7 تا سیزن خودکست رو گوش داده مثلا 2 تا سیزن هم گوش داده میدونی که ما روی این که مثلا چجوری حرفتو بیان بکنی بله. یه استرس خاصی میذاری معمولا نمیتونی بیای فوشت خار مادر بکشی ما برای اینکه دلت برام تنگ شده که دلش ما اونجا حویجی نیستیم. یه چیز باحالی بود توی مسیجا که من میخوندم من خیلی خوشم میومد این بود که اشاره میکردن که حالا خود کسی گوش میدادن اون کمک میکرد سر حال باشن دیگه از دپرشن مثلا به دور میشدن. اینا برای من خیلی جالب بود که ما 4 تا یه همچین تاثیر رو بقیه داریم رو خودمون نداریم. آره و این آخه شد مدت هفته پیشو بگید که چه داره میگیم مثلا چیزی که هست ما خودمون باید توی سلامت روانه یه لولی از سلامت روان می بودیم که میتونستیم بیایم. آره و واقعا دور بودیم. من که هنوز نیستم من هنوز دورم. حالا بچه‌ها دارن یواشاش نزدیک و نزدیک‌تر میشن داریم کار می‌کنیم. بقیه واقعا از سلامت روان به دور بودیم. آره خبر نداریم. آره پس به رو نمیاد. برای همین خود داره. حواسمون باشه که مثلا فوش میدیم تاثیر بعدی میتونه داشته باشه. ای شنونده و بیننده با هم فوش بدیم با هم فوش بدیم. از هفته گذشته بگیم برامون بذار کارون شروعش بکنه سفر رو. بله دیگه چرچی می‌خواستیم بگیم. آره اون ایمانی که چند بار آورده بودیمش تو اپیزود اون ایمان دیگه نیست. اون پیشمون اومده بود. بعد بچه‌ها تصمیم گرفتن سیبیلی یه چیز بریم بعد از 2 سال از ایران اومده بود دیگه. بعد 2 سال خورده 2 سال و نیم از ایران اومد. آها این نیمو اینجا میندازی اون موقع ولی 6 ماه اینا رو کامل میگی. نیم نگفتم، گفتم بعد از 2 سال و نیمه. آ 2 سال و نیمه زیاد آخه من دیده بودم زیاد برا من دوریش احساس نشد. اومده بود بعد بچه‌ها تصمیم گرفتن که سیبیلی پاشیم بریم یه جایی و اینا. بعد تأکیدمون رو سیبیلی خیلی دوست دارم. آره 6 نفر پسر فرزاد جان لطف کردن یه جایی رو گرفتم و بعد سوار کشتی می‌شدیم. آره با لنچ رفتیم. آره با لنچ رفتیم اونجا. بعد این عجیب از قبلش بگم نهنگم دیدیم یه ایزی میس نکنیم. آره برامون که مثلا جاهای مختلف فرستاد خب عکس‌ها رو نگاه کردیم دیدیم جای دلباز، استخدار، جکوزی، اقیانوس، چند تا اقیانوس، اتاقا بزرگ اینو دیدیم. استخر اسمی هاتا، استخر جدی هاتا، بعد اتاقا شیک. من گفتم اینو بگیر برای خفن. آره همه گفتن اینو بگیر، ما گفتیم بگیر. بعد شب قبل این که بریم اینجا من یه خوابی دیدم. جدی میگم من خواب دیدم که این استخرش قابل استفاده نبود، اصلا کردن تو پاچه ما. من با این ذهنیت اون روز صبح اومدم. نگفتی؟ آره چرا گفتم صبح. البته من بخش استخرشو میدونستم، توی تکست چیز نوشته بود که قابل استفاده نیست. نوشته بود سیزناله. آخه اون بعد قضیه اصلا استخر نبود، ما استخر می‌خواستیم. بعد قضیه چیزای دیگه‌ای بود. بعد هیچی ما با لنج رفتیم به صورت قاچاقی رسیدیم به اون. حالا میگه لنج واقعا بزرگه مثلا. آره کروز مشکی بود. لنج هم بزرگه. کوین آف سوری. آره رفتیم رسیدیم اونجا. این خونه عجیب ترین خونه ای بود که ما دیده بودیم. حالا میگم چرا عجیب بود. اول که وارد شدیم دیدیم که خیلی فضا تنگه، چون اونایی که ما رو میشناسن میدونن ما اصلا تو محیطای تنگ نمیدونیم. آخه ما اینو نفهمیدیم، یعنی من موقعی که وارد شدم تو بودم که خب این 100% که ادامه داره، یعنی این فقط نشیمنشه مثلا. آره اتاقا جای دیگه است، جایی که مثلا میتونیم غذا بخوریم، یه میز ناهاری که داره دیگه. آره یه مرحله نه یه مرحله قبل اول دیدیم که ساب ملک بالا سر اونه. بچه‌ها بچه‌ها ببین سپهر با ما بود، کسی که اینترو خودکست زده. یکی از عجیب‌ترین صحنه‌هایی بود که قبل از این که بریم سوار ماشین بشیم و داشتیم همدیگه رو میتاب میکردیم که بریم به سمت این لنجی که کارون میگه، دیدم سپهر یه کیف کوله داره با یه دونه مثلا کریان داره میکشه رو زمین. نه من ندیدم اسپیکره، اندازه یه کیف کریان که مثلا باش میشه مسافرت کرد و اینا، برت هواپیما. بعدش گفتم توش چقدر وسیله آوردی، یه شب داریم میریم اونجا خبری نیست. بعد گفتش که نه فقط کیف کوله آوردم. گفتم این چیه؟ دیدم یه اسپیکر آورده اندازه یه دونه چمدون. بعد من دیگه گفتم بچه‌ها میخوان اونجا رو بکوبن دیگه، از صبح میخوان بکوبن تا شب. ما رسیدیم دم در خونه دیدیم آب شد. دیدیم که یه ماشین دم یه خونه خیلی بزرگ اون بغله و یه ماشین دم درش پارکه. بعد اینطوریم که نکنه این خانومه مثلا اینجا زندگی میکنه با خانواده‌اش و اینا، جویا شدیم دیدیم که بله قشنگ همسایه‌مون هستن و بالا سرمونن. اشراف کامل. اسپیکر که کنسل شد، یعنی یه دونه کریانی که ما به زور جا دادیم تو این ماشین کنسل شد کامل. حالا بگو. آره صبح سخت رو میدونستی که وارد شدیم. آره وارد شدیم. حالا همین شوک اولیمون که خونه کوچیک بود، شوک دوم بود که صاحبخونه اصلا بالا سر ما بود. بله ولی اصل قضیه اینجاش بود. گفتم این خونه عجیبه، خونه ویوی خوشگلی داشت انصافا، دم آب بود، شما ویوی اقیانوس داشتید و اینا. عجیبیش اینجا بود، صبح این خونه بسیار زیبا و دلنشین، این هوا که روی تاریکی میرفت بیرون کامل سیاه بود، هیچی دیده نمیشد. بعد شما فرض کن توی یه محیطی هستید مثلا دور تا دور پنجره سیاه، هیچکی، خودتی و 5 تا پسر دورت، سیبیلا 5 تا پسر نابغه. بعد این خونه تلویزیون نداشت دیگه، یعنی وسیله سرگرمی ما هیچی نداشتیم، تلویزیون نداشت، همینجوری باید میشستیم مثلا فرهاد نگاه میکردی که طعم و حس میکنه. فرزاد بود، ایمان. بعد سپهر خیلی حرف قشنگی زد اونجا. یه شب نشسته بودیم دیگه، بچه‌ها همه دپرشن زده بود بالا اینا. قبلش ایمان هی اینجوری می‌کرد، میگفت من تو ایمان بگو اون ایمان میگفت من تو همه شماها دپرشن می‌بینم. اون حرف خیلی سنگین. آره هنوزم میزنه، هنوزم تمام نشده موضوع که میگفت من تو همتون. گفتیم باشه. بعد سپهر یهو زد زیر خنده گفت گفتیش ما گفتیم بیایم اینجا ریلکس کنیم، دپرستر قراره هممون برگردیم. شبش واقعا سخت، یعنی فرض کنید از ساعت 5 شب عصر تا وقتی که میخوابیم که مثلا جناب 3 صبح تاریک هیچ چی نمیبینی و هیچ سرگرمی هم نداری. آقا ولی یاد کنم ولی سپر جمع کرد نبود، آره هممون پرپر میشد. آره واقعا سپر کار جمع کرد، استندآپ کمدی، کمدی سطح بالا ارائه داد، کمدی سطح بالا و پایین ارائه داد، زیاد از 4 ساعت آره 5 ساعت قشنگ رو دور بود. من دیگه مثلا دو دیگه پاس اوت کردم دیگه، یعنی من کمدی 2 تا 4 رو نبودم، یه جور شد محسوس قبل بودم. منو کارون نمیخواستیم از دست بدیم صحبتایی که سپر میکرد و ولی خوابمون هم گرفته بود، رفتیم بالشینا آوردیم وسط زمین 2 تا چیزا داشته باشیم. آره دودم میخواید بگید اونو عکسش دارید تو وای میتونم بفرستم، فیلم و اینا داریم. ایمان احساس کرد که اون ایمان احساس میکرد آتیش پشتش ماست. اول احساس کرد که آتیش پشتش به ماست. گفت این کنده ها رو اونجا شومینه داشت که یکی از 2 تا سورس گرما داشتیم، یه سورس گرمای خیلی گرم داشتیم که فقط یه نقطه خونه رو میزد، جای کمی هم گرم میکرد ولی زیاد گرم میکرد. یه دونه بادش از اون جهنم، یه دونه هیتر. بذار اینم بگم، من بهت بذار اینجوری بگم، من کفش سایز 45 رو گذاشتم نزدیک اون هیتر، 39 برداشتم، آب رفت. ببینید جلو دم در رو که وام کردین، همون در که بسته میشد جلوی در یه دونه هیتر بود که یه بادی میزد و باد خیلی شدید گرمی میزد و ما اینو نمیدونستیم اولشون که اومده بودیم کفش بامون بود، همونجا کفشا رو در آوردیم رفتیم توی خونه و دیگه از اونجا هم رد نمیشی، خیلی کم ممکنه اصلا کسی فکرشو نمیکنه. آره که کسی فکرشو نمیکنه. من میدیدم باورم نمیشد، فکر می‌کردم من حالم خوب نیست. بچه‌ها میدیدم این کوچیک شده، گفتم نه این شکلی بوده از اول. من نشون میداد. بابا اصلا کفش تو کوچیک شد، کفش این جمع شد، دایره شد. عکسش واقعا میذاره، خیلی باحال بود. آره بچه‌ها می‌خواستن برن کباب بزنن، اومدن کفشو بکنن پاشون برن بیرون، کفشا پاشون نمیره. بعد دیدیم که اصلا کفش فرزاد کاملا دایره، یعنی جمع شده بود، مچاله شده بود. اون یه سورس گرما بود. یه سورس گرمای دیگه که داشتیم شومینه بود. خب من به واسطه مثلا اینکه خیلی آتیش اینا دوست دارم و تا رسیدیم آتیشه رو روشن کردم و هی ما مثلا بهش کنده اضافه می‌کردیم وقتی تمام شد. بعد یه ذره سرد شده بود، وقتی رفت رو به غروب شد هوا، ایمان گفتش که نه این برای این گرم شده، برای این سرد شده که این شعله ها داره به بدنه شومینه میزنه نه به تو. تاکید داشت روی موضوع. آره خیلی. بعد ما هی نگاه می‌کردیم اینطوری نیست شومینه، اینطوری کار یا ماموسینی که داره اونی که 1 کنیم قرار بیاد 1 کنیم امروز یا فردا امروزه. خب ما یه لحظه شما صحبت کنید، الان من ادامه بدم. یه نکته دیگه که اون ایمان داشت سر شومینه این بود که میگفت که اکثر حرارت داره همین میره بالا، نمیاد داخل و یه کاری کنیم و اینا. بعد اولین بار داره اینا رو میگه چون اونجا نمیگفتم. بله میخوای بگیم چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ چی شد؟ شروع کرد لنزای من سوختن تو چشم. نه قبلش کارون داشت میگفت که این خونه مثلا یه تلویزیون نداره، یه بیلیاردی نداره، ما سرمون گرم بشه و اینا، ورقی نیست. بعد تو همون هین که کارون داشت این صحبت‌ها رو میکرد، اون ایمان اومد به من گفت که این موضوع شومینه رو مطرح کرد. بعد گفت این چیزش کجاست، این دسته‌ای که تکون میده که اون دریچه دودش در واقع دودکش اجاز بشه چی؟ من گفتم این بغله سمت چپ بالا، نشونش دادم، همین من فقط نشونش دادم و تا کجا رو گفتین؟ تا کجا رو دسته شومینه گفتین که کشیده پایین؟ ببین شومینه ها معمولا اینطوری که یه این دودکشی که داره معمولا برای اینکه بخوای مثلا تابستونا جونه برای اینا نیاد یه دسته داره که میکشین بسته میشه، یعنی شومینه دیگه راه نداره به بیرون. ایمان فکر میکرد که میتونه اینو مثلا یه جوری یه ذره کمتر مثلا بازش کنه، دریچه مثلا باز بودنشو کمتر بکنه که حرارت بیشتری بیاد تو. نه چرا این فکر گفت؟ اینو گفت چرا واقعا می‌خواد کامل ببنده تو گرما کامل؟ نه 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 یه سری شومینه‌ها واقعا اینجوریه. آره شما شومینه بازی از بچگی شما لا شومینه بزرگ شد، خونه‌ها همه ویلایی و همه شومینه دار. داداش ما که بچگی تو خونه‌مون توی چیلرای اکباتان روشن می‌کردیم و آب میداد. شما مینه نداشتم من، ولی میدونم این دیگه تو زاویه قرار نمیگیره، بعد دود میاد تو دیگه چی میره. آره دیگه. این یه ذره با این دستگیره ور رفته بود. اینا رو ما ندیدیم ها، نه اینا رو بعداً کردیم. آخه ما اصلا بهش توجه نمی‌کردیم چون احساس می‌کردیم خیلی حرفی که داره میزنه اصلا منطقی نیست، برای گفتیم که مثلا بذار کار خودتو بکن دیگه. کردن بسنده کرد. آره. بعد یهو دیدیم که حالا ایمان دیده که خیلی این ور رفته باشو دیده اتفاق نمیفته، عصبانی شد، اینو عجیب کشیده پایین و دیده یه صدا میاد و رفته، یعنی اصلا دیگه من به هیچ کس نمیشینم. ما نشسته بودیم بعد دیدیم که حالا من بگم دیگه یه قلیون هم ما اونجا داشتیم. داره. ما دیدیم که دود عجیبی در فضا جاری اصلا گیر افتاده. بعد دیدیم که بیابان را سراسر مه گرفته است اونجا. آره این لنزش داشت میسوخت. آره دیدیم که بچه‌ها داره حس داره که میسوخت. نه دیدیم که بچه‌ها دارن مثلا سرفه میکنن و چشا داره میسوزه و فلان و اینا، اول جویا شدیم دیدیم که قلیون هم نمیتونه اینقدر دود تولید بکنه، یعنی بعد دیدیم مثلا چیزی داره میسوزه، دیدیم که نه کفشا حالا سوخته تمام شده و اینا، اتفاق خاصی نیفتاده. دیدیم این شب اوله جویا شدیم از ایمان، دیدیم ایمان داره یه ذره پرپر میزنه دور آتیشه. دیدم تحرک ایمان و فرزاد نزدیک شومینه زیاده. آره آره دقیقاً همین حالا برگشتم بچا چی شده؟ نه هیچ چی هندل شد. اوکی آره حلش کردیم. هندل شد. گفتم که به من بگید چی شده. نه اصلا حل شد. گفتم که من میدونم یه چیزی شده بگید. گفتن هرچه من بیخیال شدم. آره. سر برگم مثلا یه 10-20 ثانیه گذشت دیگه دود خیلی زیاد شد. دیگه فضا رو عجیب مثلا دود گرفته بود، یه چراغ اونجا بود تا زیر این چراغ کامل دود بود، یعنی برای بچه‌ها برای نفس کشیدن من میشستن رو زمین بتونن نفس. میشستی میتونستی نفس بکشی سر پا نمیشد. بعد دیگه ایمان و فرزاد که رفتن از زمین ترک زمین کردن. نه گوش بدید. فرهاد که داشت چشش میسوخت، سرم داشت برای شبکه من رو تو آره برنامه گزارش داشت گزارش میگرفت برای شبکه من رو تو گرشو بره چقدر اوضاع بد و فلان و اینا، اصلا انگلیسی صحبت میکرد، فیلم میگرفت، بعد نوچ میکرد اینا، بعد من رو کارون داشت من تو سوراخ فیلم میگرفت. آره فرهاد مثلا هر از گاهی میومد یه فیلم از تو سوراخ میگرفت و اینا میرفت. بابا فهمیدیم من و کارون داشتیم مثلا با این شومینه ور میرفتیم، بعد اینطوری بود که مثلا یهو ایمان میومد میگفتش که به این خانم زنگ بزنی بیاد، من دارم دیوونه دارم خفه میشم فلان و اینا، داد میزد میرم. ما گفتیم که بابا یه کاری که ما خودمون کردیم احتمالاً بذارید حلش کنیم. بعد دیگه انقدر دیدیم نشد و اینا زنگ زدیم، خانم اومد صاحب خونه. این گرب قشنگی نیست. نه وایسا، ما دیدیم نشد زنگ زدیم صاحب خونه که یه بانویی بودن تشریف بیارم. فرزاد به این خانم زنگ زد، این خانم اومد گفتش که آره نه به خاطر که شما دوتا در دو طرفو مال مثلا خونه رو باز کردید این دود میده. ما هم دیگه گفتیم خب آره 100% دود میده دیگه. بعد کارون ازش پرسید این یه دریچه نداره که چیزش بکنه مثلا بسته بشه؟ من چون میدستم با خودمون که هم زدیم گفتم که این میلهه چیه؟ این مثلا دریچه رو باز و بسته میکنه. گفت نه این همیشه اوپنه بازه. آره ما گفتش که ما اینو کلا باز کنیم. اگه ما احیانا این رو جابجا کرده باشیم ممکنه یه همچین حالتی داشته باشه. گفت نه مطمئن باشید این کامل بازه، پرمننتلی اوپن. بعد گفتش که آره این خراب شده بود، ما پرمننتلی به صورت کامل اینو بازش کردیم. بعد کارون گفت اگر که بسته باشیمش چی؟ گفتش که اون موقع یه معجزه رخ داده. گفت that would have been a miracle. گفتش که what if you accidentally fix it. آره گفتش که no that would have been a miracle. بعد گفت نه قبل از وارد که شدیم من با خانم صحبت میکنم، گفتش که آره این سامر هاوس ما بود. وقتی خانم مثلا فکر کنم 70 سال داشتن، این بچگیاشون اینجا بزرگ شدن. بعد مادر پدر من اینجا بازنشست شدن، من و شوهرم هم یه ماه بازنشست شدیم، همینجا داریم زندگی میکنیم. یعنی شما قدمت این خونه رو راحت سر آره صدو که آره یعنی نوع و نتیجه اینا تو این خونه زندگی اینا راحت مثلا یه 70-80 سال اینجا بودن اگه بیشتر نه. آره و توی این بازه 70-80 سال اون باز بوده اینو می‌خواستم. آره اون باز بوده و اینا. خلاصه بعد خانم اومد و گفتش که نه شما در دو طرف واگذاشین، اینم که هیچ وقت بسته نمیشه، ما پرمننتلی بازش کردیم چیزه رفت. ما هم گفتیم دیدیم که منطقیه رو بستیم. نه ما دیدیم که منطقیه اصلا. یه لحظه سپر برگشت چون سپر هی در باز بود. سپر چرا آره ما یه لحظه مثلا یه توپیدیم به بچه‌ها اینا در رو ببندید الان درست میشه و فلان اینا در رو بستیم بعد دیدیم که داره درست میشه. بعد یه ذره برنامه نگاه کردیم دیدیم که نه خیلی بدتر شد، یعنی بچه‌ها دیگه حوله گرفته بودن، حوله خیس. بعد ایمان دوباره داد و فریاد نقی زنگ بزنیم این خانم. گفتم داداش دیگه خانومه اومد اینو خودمون انجام دادیم، یعنی این گندی که زدیم ما خودمون گردیم خودمون باید درست کنیم دیگه. بماند که دو تا دوربین تو این سوراخ شومینه بود و کنار آتیش بود و آتیشه رو تقریبا خاموش کردیم و اینا که بتونیم بفهمیم چی شده. چرا گوشی منو میکردی تو آتیش؟ خب می‌خواست نه یه گوشی دیگه میکردی. چه فرقی داره؟ گوشی تو رنگی‌تر از گوشی من نوعه، کیفیتش بهتره باشه. همه اینا رو گفت که گوشی من نوعه. نه الان که بهش فکر می‌کنم بابا گوشی نمی‌کردی شما نو باشه سه دوربین با گوشی که چیز می‌کردیم در واقع نگاه می‌کردیم اینو کاملا اونجا بسته سقه یه سوراخ اندازه نصف انگشتون تو بود، یعنی هر چی تلاشی کردیم اون دود نمیتونستم اونجا بره بیرون. بعد دیگه به جایی رسیده بود واقعا میدیدید سطح دودو که وارد خونه میشد، یعنی یه دیوار بود که کاملا مشکی شد به خاطر دود. خلاصه اونجا ایمان امیدشو از دست نداد. نه من میدونستم که این گندی که زدن میدونستم چه جوری حل میشه، ولی فعل don't give without a fight رو ایمان داشت اونجا صرف میکرد. نشسته بود هی با اون اهرم هی اینوره میخ بازی میکرد. آره نه این آخه بچه‌ها پرسیدیم که آخه می‌بینی اون موقع بچه‌ها جواب نمیدادن. آره. ایمان خیلی مصر بود که بگه من اینو زدم وا کردم. آره میگفت یه چیز از خیلی سفتی بود، من با یه فشار نه با افتخارم میگفت که من این کارو کردم. یعنی فقط تنها چیزی که میگفتیم خب چیکار کردی، این حالت قبلش چطور نمیدونم ولی من اینو بعد ما اینطوری دیدیم که باشه حالا بزنین چیکار میکنیم اینا با هزار، یعنی ما اینو سعی میکردیم اهرمن میآوردیم جلو میآوردیم عقب چون این برام یه میخم اونجا بود که داشت در میومد، یعنی آخرای در اومدن رو فکر کردم گفتم این میخ در بیاد تمومه دیگه. یعنی میخ در میومد ما تا صبح اونجا را آتیش زده بودیم. خلاصه دیگه با هزار بدبختی من اینو با تمام زوری که داشتم گفتم این تنها جوری که میتونه کار بکنه اینه که این اهرام بره بالا، جلو و عقبش زیاد مثلا اونقدر رزिस्टنس نداره، اونقدر سخت نیست، اون مقاومت نداره دیگه. با تمام زورم اینو زدم بالا و انداختمش رو میخه و دیگه موند و باز شد. ایمان مثلا در عرض مثلا 20 دقیقه دودا رفت، یعنی خیلی سریع رفت. تو چند دقیقه دیگه میشد نشست تو خونه در بسته. آره بعد دو سه بارم دیدی که مثلا فکر می‌کردیم این مینداختیم اونور میخ نه درست شد دیگه الان دیگه دود نمیاد. بعد میشستیم و می‌دیدیم که نه داره دود بیشتر میشه. دو سه بار گل خورد. آره خلاصه اونجا تونستیم زنده بمونیم به خاطر یه میخ. ولی سرگرم شدیم دیگه، یعنی ایمان جان فکر کرد چون کارون حوصله‌اش سر رفت. دغدغه کارون سرگرمیه. آره خیلی سرگرم شد ولی واقعا محیط جالبی بود. تاریکی میشد اصلا افتضاح. باید تابستون بریم دیگه اونجا رو، باید تابستون. نه دیگه اونجا اصلا نمیری هیچ وقت دیگه اونجا. نه یعنی لب آبادم میگیره بعد تابستون بره. نه دیگه اونور هیچ وقت نمیریم دیگه اصلا. مطمئنم گفت اونجا برای یه مادر پدری که دو تا بچه دارن دو تا از دوستای بچه هم فقط همین حالتی که جواب چون تخته هم یه مقدار کوچیک بود خیلی. وای تختای از این بانکر بدا بود که روی همه دو طبقه ها. بعد پله نداشت طبقه بالا. نه دیگه کسی که میره بالا دیگه با میمون تا صبح. سپهر با استخری خودت میکشیدی بالا. من گفتش که من رفتم بالا تمام آذوقه و اینا با خودم بردم چون اسم دیگه نمیتونم بیام پایین. میگفت گوشیمو گذاشتم تو این جیب نمیدونم شارژرم این جیب بود. وای آره خلاصه اینم از سفر ریلکسینگی که بچه‌ها قبل از شروع فصل بابا اصل جوکی که سپر میگو. بعد ما اونجا نشسته بودیم راجع به چه موضوعاتی صحبت می‌کردیم؟ راجع به سقط جنین که قانونی باشه یا نه، وحید مرادی، مرگ خودخواسته صحبت کردیم، این بلک لایوز مداره که پارسال آره راجع به اینا. بعد واقعا یه بازه طولانی داشتیم راجع به موضوعات صحبت می‌کردیم و اینا. بعد یهو سپر اینجوری کرد گفت آقا بیایید حرفامون رو یکی کنیم. خیلی قشنگ گفت ما از اینجا برگردیم شهر یکی از ما بپرسه 6 تا پسر رفتید 2 روز توی یه همچون محیطی چی کار کردید؟ ما بگیم راجع به این موضوع صحبت کنیم کسی باورش میشه. همه گفتیم بیایید بگید یه پدل بوردینگی رفتیم، یه مثلا کایاکی که بیایید حرفمون تو چشم هر کی هم نگاه میکنه میگم اینو میگی. و این اتفاق بر من افتاد، یعنی من که برگشتم یکی ازم پرسید که خب چیکارا کردین اینا، گفتم نپرس. گفت یعنی چی مثلا چیکار کردین اون روز، مثلا دو روز رفته بودین؟ گفتم که نمیتونیم صحبت می‌کردیم، صحبتشو بیا نکنیم و دیگه نپرسید، پرسیده نشد. و اگه ادامه پیدا می‌کرد خیلی بد می‌شد، چون 100% مطمئن می‌شد دارم دروغ میگم. آره تو بگی ما راجع به این موضوع صحبت شیش تا سیبیر رفتیم داریم در مورد چه می‌دونم، حتما یه کاری کردیم. آره حتما یه کار عجیبی کردیم، کاورآپش بود. یه سری یه ذره در مورد تغییرات این فصلمون صحبت بکنیم. تغییر داریم؟ آره دیگه. ببینید ما فصل‌های گذشته اینطوری بود که هر اپیزود اکثرا یه موضوعی داشت. الان شاید صرفا اونطوری نباشه، بعضی از اپیزودامون شاید فقط گفتگو محور باشه، بیایم ما هم دیگه مثلا یه صحبت بدون موضوع انجام بدیم. هنوز حالا همون در واقع دوتا رو داریم، مثل نه مثل قبل خودکست هست، حرفای خیلی سخیف نمیزنیم شاید، ولی خب به هر حال یه ذره میخوایم تنوع داشته باشه برای کسایی که حالا به جنبه فان خودکست حالا اهمیت میدن بیشتر. این یه موضوع. شاید من مجبور بشم روزای ریلیسمون رو عوض بکنم، از سه شنبه و پنج شنبه یه مثلا دو روز دیگر رو انتخاب بکنم برای اینکه به ادیت برسیم، به خاطر اینکه الان آره دو تا دوربینه شدیم، میخوایم سعی کنیم که یه کوالیتی بهتری رو برای یوتیوب ارائه بدیم، برای همین احتمالاً یه ذره شاید ادیت کردنمون سخت‌تر بشه. اتفاقای دیگه‌ای چیزی که قطعاً میدونیم اینه که همچنان دو تا اپیزود در هفته خواهیم داشت. آره. و اینکه همچنان من یه اپیزودو میخوام که با همون روال قبل برم، اینو میدونیم. اون اپیزود دومه، ممکنه شبیه روال قبل باشه، ممکنه مثل این اپیزودی که الان توشیم حالت گفتگو تور و خاطره و آره از این داستانا باشه. این برنامه جدیدمونه. دیگه جالب هفته دارید صحبت کنیم؟ اتفاق عجیبی افتاده تو این هفته براتون؟ الان یهو بچه‌ها رو گذاشته شرطی که جالب هفته بگم. هنوز می‌تونی راجع به 5 ماه گذشته صحبت کنی؟ آره 5 ماه گذشته. آره من در مورد خودم بگم، من دو تا ازدواج کردم، 3 تا سفر رفتم، بچه آره من 2 بار رفتم دبی، یه بار رفتم ایران. و ایران چقدر واقعا خوش گذشت، چقدر حال داد. چند تا از حالا شنوندگان خودکست هم توی رندوم دیدیم بیرون. آره توی فرودگاه اینا دیدیم، صحبت کردیم. خیلی خیلی جذاب بود دیگه، خیلی باحال بود. ایران رو بعد چند سال رفته بودیم؟ ایران رو من آخرین باری که رفته بودم 2017 رفته بودم، اپریل 2017. آره 4 سال پیش رفته بودم. حالا موقعی که من رفته بودم آمیکرون و اینا نبود، یعنی شرایط واقعا اون موقع مناسب تر از الان بود. میدونم موقعم شاید شرایط زیاد مناسب نبوده باشه، ولی خب مناسب تر از الان بود. رفتم دوستا و خانواده و اینا رو دیدم. بیشتر به گشت و گذار گذشت دیگه، مثلا این بر رفتن اون بر رفتن، این رستوران امتحان کردن و اون رستوران، خیلی به من خوش گذشت. اضافه وزن و بغل کردی؟ نه نه واقعا اونطوری نبود که خیلی چاق بشم، ولی خب نمیدونم یه حس باحالی بود دیگه. بعد از اون همه وقت میرفتی، یه استرس خاصی داشتی که خب حالا نکنه کووید بگیرم، ولی از اون ورم دلت برای مثلا رفیقات تنگ شده بود، برای اون جامعه تنگ شده بود. چه حالی میده سوار اسنپ شدن؟ تمام چیزهای مختلف رو تجربه کردم. وا این خاطره رو براتون بگم. یه لحظه یه ما اونجا بودی؟ چقدر شد؟ من 3 هفته. آره 3 هفته و 3 شب. 20 روز. من 20 روز ایران بودم. من یه دونه اسنپ گرفتم که از یه رستوران بودم با دایمینا برم خونه یکی از رفیقام. بعد سوار اسنپه که شدم، خب عقب نشسته بودم. بعد یارو همینطور یارو مثلا داشت صحبت میکرد و اینا، گفتش که به قیافت میخوره بچه خارج باشه. که برای چی و اینا؟ گفت از کجا آمدی؟ گفتم که نه من آخه نمیخوام بگم که مثلا اونجا بگم که آره خارج اومدم چه کمکی میکنه. گفتم نه من از شیراز اومدم و اینا. گفت نه لباسات بهت میخوره بچه خارج بشی. گفتم نه من دارم میرم خونه یکی از رفیقام، اینا یه ذره وزمارشون خیلی خوبه دیگه، بهترین چیزی که داشتم و پوشیدم، این دیگه بهترین لباسای من. بعد واقعا والا بهترین لباسای خودم پوشیدم. بعد خلاصه شروع کردم سوال کردن اینا، گفتش که آره چیکار میکنی؟ گفتم هیچی، من توی مثلا کار میکنم اینا، شما چیکار میکنین؟ گفتش که منم اسنپ دارم و یه جای دیگه هم کار میکنم. نگفت کجا. بعد گفت عشق و حال میکنی؟ گفتم که آره مثلا به هر حال عشق و حالم میکنیم دیگه. چه سوالی؟ گفت اهلش هستی؟ گفتم یا گفتم چی اهلش چی؟ ببین یهو دیدم یه 4 لیتری در آورد از زیر صندلی، آواز گذاشت اصلا نمیدونم چیو گفت بریزم. گفتم ندوش من دارم میرم خونه رفیقم الان زشته، من دهنم بو بده و فلان و اینا. گفت با اجازه من میخورم. خب برای خودش میخورم. اوه یارو خورد اینا. بعد همونطوری یه ذره مثلا راهمون رو رفتیم اینا صحبت کرد. گفتم خب شما چیکارا میکنید به غیر از اینو، به غیر از رانندگی اسنپ و اینا؟ گفت من حراست دانشگاهم. گفتم بابا در سرویس حراست دانشگاه. آره مثلا همسنای ما بود. بعد خیلی جد. بعد گفتش که آره من با کسی هم کاری ندارم تو دانشگاه، برن عشق و حالشون رو بکنن. گفتم دلش فقط ما رو برسون، پیکتو کمتر بزن، ما رو فقط برسون. اهلش بود پس. گفت آخه گفت اهل عشق و حال هستی؟ گفتم دلش ما چه کار بکنی تو شب تاریک وسط تهران میگی بچه خارجم هستی؟ گفتم الان ما رو کوچه پس کوچه رو میگه بریم عشق و حال. خلاصه آره دو سه بار یه اتفاق افتاد. یه رفعه سوار اسنپ شده بودم، یارو آهنگ ببین چیز عدل گذاشته بود بلند، یعنی ببین بعد آهنگایی که جیغ میزنه عدل مثلا، نه آهنگایی که آروم میخونه، جیغ داشت میزن بلند. من زدم سرش دودش یکم کمش کن، یاد تمام بدبختی هاون افتادیم، ولی اصلا براش مهم نبود زیاد. ببین تو ته بلند کرده بود اینو. یه دفعه تو اسنپ بزنی تو چیز خیلی رفیقمون نمیدونم خیلی عصبانی بود، خیلی تند و مثلا اینا داشت زیگزاکی میرفت، یه اتوبوس گذاشت وسط اسنپ. نه بابا کرکو دقیقا همونجایی که من نشسته بودم اومد لین عوض کنه، اتوبوسم وای نستو زد وسط در که همونجایی که من نشسته بودم. یه عالی ما رفتیم، دمت گرم. کردم میدیدم که این اتفاق میفته، چون دو سه بار پیشید جلوی اتوبوسه، اتوبوسه خوشش نیومد. دفعه سوم دیگه اتوبوسه گفتش که بفرمایید شام. آره خلاص من سفر ایران رفتم، خیلی خیلی دوست داشتم، خیلی خوش گذشت. یکی از بهترین خاطراتم یه شیرفندق خوردم نزدیک میدون راهن. تو میدون راهن از ولی از بالا تا پایین شما متر کردیم بودش، نظام آبادو. نه پیاده که نه، ولی خب رفتیم تا میدون راهن. یه دونه چیز بود، خدا اسمش چی بود؟ ویتامینه اجدر، سندباد نیست، علی بابا فکر میکنم. یه ویتامینه بود ببین اصلا میساختت برای قوا و اینا. ببین قوهی به ما دار، ما هنوز داریم از قوه استفاده میکنیم، دلت نخواد. ما 2 لیوان شیرفندق خوردیم، هنوز جواب داره میده. اهل عشق و حال، اهل عشق و حال سنگین. یارو شانس آورد. 3 فوت شیرفندقه. آره یعنی شیرفندقه 3 فوت چگالی، یه چگالیش بالا بود، یعنی مثلا شیر بادام شیرفندقه که اینجا تو پاکت میریزی نه، قشنگ فندقشو احساس میکردی. 2 لیوان شیرفندق زدم ببین، 4 سیبیل رفتیم، 4 سیبیل تر برگشتیم. خیلی بم بود، ولی یعنی واقعا من اگر که به خودم ایمان داشتم 2 لیوان دیگه هم میزدم. شما این مدت چیکار کردی؟ کارون یه سفر رفتی آره؟ آره من یه مونترال رفتم این وسط، توی بهترین تایم سال من همیشه سفرم برنامه‌ریزی میکنم. آخر دسامبر رفتی نه؟ آره من مونترال یه شهری که من عاشق هواشم، یعنی این هوا همیشه من سورپرایز میکنه، یا خیلی سرده یا خیلی گرم و شرجیه و پشه داره، و من تو این 2 حالت فقط اونجا بودم، یعنی هیچ وقت حالت وسط هم احتمالا داره من نبودم. خلاصه رفتیم و سرمایه منفی 26 فکر کنم. ای بابا. آره اونجا من دیدم خیلی عجیب بود. من قبلا منفی 30 هم تو مونترال دیده بودم، این سری نه منفی 20 یا 26 بود، ولی یه چیز عجیبی بود. یعنی مثلا ماشینو پارک می‌کردی، حالا تو ماشین گرمه، ماشینو پارک می‌کردی بخوای بری رستوران مثلا 30 ثانیه نمیشد، یخ می‌زدی. اذیت می‌شد. آره بعد من حالا لباسای مخصوص اونجایی‌ها رو اونا خودشون مثلا مجهز می‌رفتن و اینا، ما اینجوری نبودیم. آن تو لباس مجهز کاپشنای چیز دارن. آره اونجا خب مدل کاپشنی که اونجا می‌پوشی اینجا نمیتونی بپوشی دیگه، می‌میری از گرما. آره منم کاپشن اینجا رو داشتم، خلاصه سر بود. یعنی من سرما رو بیشتر ترجیح میدم. میتونی برای سرما میتونی پلن کنی. نه نمیتونی دیگه، اینی که من میگم فرق داره دیگه. این مثلا منفی 26 واقعا خود میگه که کسایی که اونجا بودن اوکی بودن دیگه. اوکی بودن که چیز دیگه اجباره، تو مجبوری اوکی. آره میدونم ولی داشته باشی. نه ولی منظورم اینه که گرما رو دیگه میخوای چیکار کنی داداش؟ آب بزنی. مثلا همون دیگه ما مثلا رفتم دبی 40 خورده درجه بود، من وایساده بودم منتظر از فرودگاه اومدم بیرون، این چرخ دستی منتظر بودم این لاینه بره جلو، من برم سوار فرودگاه بشم ساعت 1 صبح. سوار فرودگاه سوار تاکسی رفتم دوی گفتم تاکسی به منتظر بودم، میدیدم دستم داره عرق میکنه و میچکه، یعنی عرق ریختن دستمو میدیدم. آره تو سرما زودتر احتمالاً دبی رفتید وارد شهر شدید بوی اوتو نمیومد؟ من یه چیزی که همیشه تو ذهنمه این بود که بوی اوتو، یه اون بوی خاصی نمیداد تو پارکینگاش که بوی ان میداد. پرنسفت نمیدونم چرا ولی نه بوی، ولی خب مثلا تو مال و اینا بوی خوب میومد ولی تو شهر بوی خاصی نمیومد. بله مرسی. شما سردت بود پس بیشتر تو بودید یعنی تو خونه و اینا؟ آره دیگه ما رفته بودیم که تو باشیم، رفتیم خانواده رو ببینیم، خیلی اصلا بیرون رفتن نداشتیم. جواب گرفتید؟ بله بعد نبود دیگه، بعد 2 سال تو کووید جایی نرفت، سفر هواپیما نشد. آره نه هیچ نرفت. ایمان همه سفرها ایمان رفت. آره مارکو پولو ایمان رفت. این یکی از مشکلات سوار هواپیما بودن الان اینکه تو هم موقعی که وارد فرودگاه میشی بعد ماسک بزنی، بعد دیگه ماسک هم تقریبا هیچ موقع در نمیاری دیگه، شب مثلا چند 10 دقیقه موقع غذا خوردن در میاری، بعد دوره بعد چون خیلی هم تاکید میکنه که بعد ماسکتون داشته باشی. من موقعی که اومده بودم پشت گوشام کبود شده بود به خاطر این تو بود گوشت ماسک دیگه نمیداد. آره آره حالا جالبش اینه اون ایمان هم همینطوره گوشش اینجوری. خب میدونی که میگن یه رابطه بین سایز گوش و آره به سفتیش که ربطی نداره داداش. چرا دیگه یه جوری اون که میدونم آنها که در جریانن آره در جریانن. خیلی عجیب شد نمیدونم، احساس میکنم این فصل خودکست خیلی بی پرد و بی حیا بشیم برخلاف فصل قبلی. ما هم یه سفر رفتیم البته الان که فکرشم. کجا رفتیم؟ لاس وگاس. آره رفتید چی بهش میگن؟ شهر فسخ و فجور؟ نه یه چیزی بهش میگن تو ایران، سین سیتی فارسیش چی میگن؟ لاس وگاس چی میگن؟ آره شهر خب تو دانس خیلی باحال بود. بار اول بود میرفتی؟ آره بار اول بود. البته من شخصا مثلا 2 روز دیگه برام کافی بود توی خودمون لاس وگاس بودن، با اینکه ما 3 روز بودیم ولی 3 روز چرا میخندید؟ 3 روز 3 شب 2 روز کافی بود ولی ما 3 روز دیگه به اجرا. اگر برمیگردم 2 روز میموندم. نمیدونم الان سمت راستم بهتر یا چپم ولی در کل میدونم درست. خب بعد تیکه آخر سفرمون رو یه ماشین رنت کردیم رفتیم آریزونا که اون خیلی به من حال داد. اون ایالتیه که فلیپ کرد ها توی آره رفتی ازشون تشکر کردی. آره این گرند کنیون رو دیدیم و نمیدونم اون جای زیبایی. عکس و اینا نشون ندادی؟ آره حالا نشون میدم. نشون بدید پس تو رو خدا. بعد اول نشون بدید. ما مجبور شدیم چون مثلا 4-5 ساعت رانندگی بود تا آریزونا، توی شهری خوابیدیم به نام ویلیامز. بعد شهر خیلی از این شهر کوچیک‌های عجیب غریب خیلی وایب چیز میداد. آدمایی که تو اون هتل به خصوص دیدیم از این سیریال کیلرای عجیب، چون شهر خیلی کوچیک بود. مثلا من حس کردم که همه فهمیدن ما رفتیم تو اون شهر. وایب سیریال کیلر گرفته بودین از بهمن شدید. فارگو بودیم مثلا. اون شب چون ما باید تستای کوویدمون رو جوابشو باید پرینت میکردیم مثلا برای پرواز و اینا. من رفتم یه کامپیوتر بود تو اون هتل که پرینت کنم. بعد رو دسکتاپش یه سری عکس بود، عکس هم پریویو نداشت. برام جالب شد که چیه. باز کردم همه عکس‌های شیطان و از این عکسای چیزا اینا گفتم خیلی خوب سیتنیستا اونا دور مخفی اینا بوده. نه خیلی عجیب بود. نه تو شهر ویلیامز که دور مخفی نداره. ویلیامز سوالتون شما توی بعد توی برگشتمون هم اومدیم نشستیم توی گیت منتظر بودیم که دیگه باز شه بریم. من خب همیشه خیلی فضولم دیگه، باید ببینم همه کیان و مثلا آره همه اینا رو باید بفهمم. بعد دیدم یه زوج ایرانی دیگه هم بودن که داشتن برمیگشتن ونکوور. گفتم ایول خیلی خوب شد، حالا یه سلام علیک با اینا میکنیم و ببینیم اینا چیکار کردن، چند روز ونکوور چیکار میکنم. خیلی چیز بودم که با اینا یه سلام علیکی بکنیم حتما. بعد گذشت نشست وارد هواپیما شدیم و نشستیم. این زوج اومدن پشت سر ما نشستن دقیقاً. حالا دیگه دسته بر قضا پشت ما نشستن. بعد نمیدونم چی بود، مثلا این آقای حالا زیاد هواپیما سوار نشده بود چی بود اینا. من صندلی رو زدم عقب اون مقداری که استانداردش میشه هر کی بده عقب و بخوابه، اونو استفاده کردم و فکر کنم این خوشش نیومد یا هر چی بود، پاهاشو اینطوری گذاشت به صندلی من یعنی پشت من و اینطوری خودش هم شروع کرد خوابیدن. و من خیلی بد میشه دیگه، مثلا دقیقاً زانوه اون شخص تو کمر توه. بعد ما گفتیم بابا ما میخواستیم با اینا رفیق شیم، چرا این داره اینطوری میکنه؟ باهاش حرف زده بودی قبلش یا نه؟ میخواستم مثلا کی میخواستی باهاش صحبت کنی؟ راستی فرو کنه. بعد خلاصه من محاسباتی بوده دیگه. تو من گفتم حالا داشتم خیلی آرمان و عصبانی میشدم، گفتم با خودش صحبت نکنم. به مهماندار گفتم به این بگو که این اینطوری که نباید بشینه که مثلا فلانه. بعد شاکی شد و به مهماندار میگفت که چیزه این اومده تو فضای من و من جام تنگ شده. این در حالی که خودش هم صندلیش ها اینکلاین کرده بود به عقب و خلاصه. کجا میدیدی؟ مهمانداره بهش گفت تو داری این صحبت رو میکنی، خودت هم این کارو کردی. خلاصه درگیری تو هواپیما خیلی خنده‌دار و مسخره است دیگه. ما بشینید برید دیگه، چه چیزای ریز گیر میدن. عجیب بود برام که اینا رو بلد نبود، اتیکت پرواز این کارو نکنید، با زانو نریم تو کمر بقیه، خیلی بده. حالا شما صندلی چیز در میذاری جلو دیگه، راحت باشی ببینید حقش دیگه، حقش همیشه پای حقت وایسا. واقعا اون گرفتنیه. من حتی اینطور بود که ولش کنین و گفتم نه من این سری اتفاقا اومدم که پاره کنم. این بده. بعد سفر ریلکسینگتون تازه مود پاره کردن حالا که انرژی گرفتیم بریم پاره کنیم. تو چی کار کردی؟ چرا ساکتی؟ تو که حالا حس بویایی چشایی که نداری، قیافتم که اینطوری شده، حرفم که نمیزنی دیگه، برای چی میای؟ آروم آروم میرم. برو. تو این 6 ماه زیاد اتفاق خیلی راحت تر نیست 6؟ آقا من یه ماه از زندگی شما رو بگیرم اوکی؟ آقا نمیشه بگیرم. من 5 سال بهت میدم بگی. من که الان به خودم میگم تو سن 30 الان اگه ایمان بود یک سال دیگه دارید. خیلی دپرسی. آقا چه یک سال دیگه، چند ماه دیگه ما 30. ولی الان 30 نیستید. چرا الان 30 رو داریم تموم میکنیم؟ نه حالا اونش میشه داری 30 تمام کنی میری تو 31؟ بله نه ولی میگن 30 دیگه. این بحث همیشه با همه آدم ها باید داشته. خب بگو من اتفاق خاصی خیلی نیفتاده واسم، خیلی درگیر کاری، خیلی درگیر کارم اخیراً. یه ذره اعصابت خراب شده؟ اعصابم خراب شده. فرهاد نمیذاره. من همیشه یه انسان آرومی بود که همیشه به حرفات گوش میده و اصلا مثلا من و ایمان چیز نیست جوری جوش ممکن نیاره، اینا خیلی مهربون. بعد این سفره رو که رفتم من چند تا صحنه از فرهاد دیدم که خیلی تندخو شده. تندخو جدی؟ آره خب تاثیر میذاره دیگه. چون اولین بار ازت میبینم عجیبه وگرنه خیلی عجیبه. تازه فرهاد انسان تحت آرامش بود، آدم آرامی هست، تاثیر میذاره. میری کاسکو ردبولم بگیر. چرا اینجا میگی من آن؟ حالا تو داری زیاد داری اینجا. مامانم بهم گیرش میده تو اینجا گیرش. حالا اجازه بده بعدا آف اپیزود در این مورد صحبت نکنی. قور میخوام بزنم، یه میشه قور بزنم جالب نیست. بگو به کی میخوای قور بزنم؟ به هموطنامون. آها به هموطنامون. به من کاری نداری. خب حدس بزنم چیه؟ میدونید چیه؟ تو میدونید. انگلیسی برید یاد بگیرید. وای اصلا اینو میگم، اونو بعدم میگم. ما نمیدونیم چیه. نه الان میخوام توضیح بدم. توضیح میدم، گوش بده. من میدونم اونم نمیگفتیم. اوکی. آره آره. تو ذهن خودم باید بگم. بعد ما مثلا داریم یه سری اجازه است باید از شهرداری از قسمت‌های مختلف بگیریم. برای چی؟ برای باز کردن یه مغازه است. بعد برای کسب و کار. برای کسب و کار. بعد اینا تیم‌های مختلف میان، اینا خودشون مثلا لایسنس دارن، مثلا جواز دارن. جواز دارن و اینا قراره مثلا خودشون میرن از طرف ما این مجوزا رو میگیرن. یه چیز نرمالیه. بعد من دیدم یه دونه از این مجوزا داره خیلی بیش از اندازه طول میکشه و خیلی مثلا یه مجوزیه که تو یه هفته به تو میدن عموما. مال ما یک هفته و یک ماه و یک هفته طول کشید. بعد من جویا شدم و اینا، گفتم آقا لطفا این ایمیلایی که زدین به شهرداری رو واسه من فوروارد کنید ببینم چیا گفتین این مدته. آره. بعد روز سوم چیزا مریضی من بود، این کووید رو گرفته بودم. داشتی جون میگرفتی یواش یواش؟ آره داشتم جون میگرفتم ولی خسته بودم. بعد این ایمیلا رو که میخوندم اصلا داغ شده بودم، قرمز شده بودم. همون لحظه اسکرین شات گرفتم، خط قرمز واسه ایمان فرستادم. برام میفرستی؟ خط قرمز نیاز نداره بکشی دیگه، چون کلش رو با خط میکشی. نه عصبی بودم. یعنی رو اسم خودش هم لورکیس نوشته بود دیگه. بعد با فوش بعد که تایجش ایمان کرده با ایمان که ببین این مثلا آدمای عزیز شما یعنی این کارو سپرده بودید به یه ثرد پارتی؟ چاره‌ای نداریم اصلا، کار اون شخصه. آره کار اوناست آخه. یعنی شما خودتون نمیتونید اپلای کنید. نه مثلا تو فکر نه مثلا کسی که برق کاره میره برای پرمیت برق اپلای کنه. که تابلو ساز بود قرار داره واسه تابلو کار بود، باید واسه کفش، حالا لوله کش بود، تاکسی، رستوران. بعد این ایمیل اشتباه زده بود، بعد طرف یه چیز دیگه فهمیده بود، بعد رو اشتباه فهم اشتباه اون یه چیز اشتباه‌تر گفته بود. ما مجوز نیروگاه هسته‌ای دیگه یواش‌هاش همینطوری داشتن از کاری که می‌خواستن دورتر و دورتر دور شده بودیم، به دعوا رسیده بود، یه جایی تنس شده بود. من گفتم دوست عزیز اصلا ول کن. من یه زنگ زدم، زنگ مثلا 3 دقیقه‌ای. اون خانوم فهمید که مثلا چی بوده، اصلا خندید اینا، اصلا من ناراحت شدم و تموم شد. مجوز خودم گرفتم. این اتفاق برای منم چندین بار افتاده. و هزینه زیاد دادیم، هزینه زیاد واسه مجوز توی دفعات. توی مثلا یه سری از این پرمیت‌ها که می‌خوای بگیری خب واقعا باید بتونی با طرف انگلیسی صحبت کنی. مثلا بعضی چه می‌دونم تو میای یه پنجره‌ای رو طبق قانون نمیذاری، مثلا از این فاصله‌اش انقدر نیست، ولی خب دلیل داره به خاطری که چه می‌دونم سطح لوله‌هات اینجاست، باید اینو اینجا میذاشتی پنجره. ولی بعد بتونی توضیح بدی به طرف. اینطوری نیست که اگه قانونی هست، اگر که مثلا قانون رو انجام ندی دیگه تمام خونتو با خراب کنم، مثلا از اول دوباره بسازی. لگو که نیست که دلیل منطق بیاری میتونی کارو انجام بدی. آقا یه اینجا داره به نام استورم واتر منیجمنت. بخاطر اینکه خیلی بارون میاد تو بعد یه سری تانکایی بذاری یه جایی که اگه خیلی بارون اومد اینا اول بره توی این تانکا تصفیه بشه، بعدن بره توی آب شهرداری. آره برای خونه‌های مثلا ویلایی مثلا بزرگ اینا اینطوریه. بعد من اونجا خب موقعی که هم اوایل کار من بود، یعنی اصلا موقعی که اوایل کارت حداقل من اینطوریم اصلا صحبتی نمی‌کنی، چون می‌ترسی یه کامنت اشتباه بدی مثلا بهت بخندن اینا. من تو فقط وایساده بودم گوش میدادم، نگاه می‌کردم و اینا. بعد چیزی که فهمیدم این بود که خانومه اومد، اون کسی که اومد میخواست اینسپکت بکنه، میخواست نگاه بکنه و پرمیت ما بده، گفتش که آره این کاری که شما کردین اشتباهه و بعد مثلا از اول بکنید، مثلا این کارا رو انجام بدید، یه همچین خاکی مثلا با سنگریزه اینجا بریزید که قبل از اینکه به این فیلتر هم برسه از رو سنگریزه هم فیلتر بشه، یعنی مثلا یه چیز خاص بر بذارین اینجا. خانم رفت. بعد من با اون کسی که اونجاش کار میکرد گفتش که خب اینم که خدا رو شکر حل شد. گفتم که اصلا نفهم مگه اینجا نبودی؟ بدونم ها. گفتش که نه من که با این صحبت کردم حل شده دیگه. گفتم این میگفت بکنید ها. گفت نه بابا چی میگفت بکنید؟ گفتم آقای فلانی این همین الان گفت اینه باید بکنید، سنگریزه باید بریزید در بیارید، اشتباه گذاشتی اصلا اینو. نه اشتباه میکنی. باشه من اشتباه میکنم، حتما من نفهمیدم دیگه، تو دیگه یه روز چندین سال دیگه کار میکنم. خلاصه ما رفتیم و مثلا من چند تا پروژه دیگه بود. مثلا 4 روز بعد برگشتم دیدم دارم میکنن. گفت آره خانوما و من گفتم اینجا رو مثل اینکه یه اشکالات دیگه ای گرفت. گفتم بله بله پس اون روز نبود. آره بعد از این اتفاقا خیلی میفته. ولی خب ببین میدونی مشکلش چیه؟ حالا به قول خارجی ها میگن it's a blessing and a curse. شمشیر دولبه است. تو میای مثلا با هموطنات کار میکنی، زیاد نیاز نداره که انگلیسی تو قوی بکنی. میگم همه فارسی صحبت میکنن، توی هر کاری که بخوای انجام بدی یه دونه ایرانی هست که داره با یه سطح کوالیتی مثلا اوریجی داره اون کار رو انجام میده. ولی خب وقتی که میخوای یه کاری بکنی که با در واقع ارگانهای دولتی مجبور میشی سرشاخ بشی و خودت هم میخوای مثلا اونا این کارا رو برات انجام بدن چون خودت تجربهشو نداری، اون موقع است که خیلی داستان میشه. درست. خیلی احساس میکنم حرفای چرت و پرت زدم، چیزایی گفتم که زیاد شاید برای همش بلسینگ اند کرس قشنگ بود. چند دو لبه. آره. ولی منم تو این موقعیت بودم که مثلا یه چیزو شنیدم، حالا انگلیسی بوده و من فهمیدم که آره یه مشکلی هست و اصلا نمیشه این کار، اصلا نمیشه. و اون شخصی که باهم بوده نه بابا میشه. بعد اون تو اون لحظه دیگه. تو اون لحظه تو به خودت شک میکنی، فکر میکنی تو احمقی و مثلا چرا اینقدر عقبی. مثلا من این الان ایمان گفت خودم هرسم گرفت. از اون برم یه خاطر یه دفعه دیگه اتفاق افتاد برای یه پرمیت دیگه ما می‌خواستیم اپلای بکنیم. بعد همین شخص رفت تو شهرداری، گفتن امکان نداره نمیشه. گفتم ببین امکان نداره نمیشه اصلا جوابی نیست که شهرداری به ما بده اصلا. گفت نه خانمم گفت برید بیرون. من گفتم که خب مثلا طرفم چیز مثلا رئیس دورم، یعنی من به این بعد جواب پس میدادم وقتی اینو میگه من که دیدم. گفتم بذار من برم مثلا سوسکی 20 دقیقه آخر کارو پیچیدم، گفتم برم یه سوال بکنم ببینم چی شده اینا. رفتم سوال کردم، گفتش که نه ما گفتیم که بعد دو تا نقشه بیارید بعد سابمیت کنید. بعد زنگ زدم اون و میگم که مطمئنی که مثلا آخ جون نمیتونی بگی که من بعد از اینکه تو گفتی نمیشه رفتم پرسیدم که گفتم که مطمئنید که مثلا نقشه نباید سابمیت میکردیم چون معمولا برای اینجور موارد مثلا بعد این نقشه ها رو مثلا توپوگرافی اینا رو ما سابمیت بکنیم. گفت نه، گفتن این خونه اصلا نمیشه. گفتم آقا مگه میشه بگن تو نمیتونی تو زمینت خونه بسازی؟ زمینه که قبلا توش خونه بوده خراب کردیم میخوام یکی دیگه بسازیم، اینجوری نشه. گفتم نه نمیشه. بعد دیگه مجبور شدم یه استپ برم بالاتر، یعنی اینو اسکیپ کنم برم نفر بالاتر بگم که آقا جریان اینطوریه، این میشه. اینم من رفتم با این خانم صحبت کردم، گفته با این دو تا نقشه رو نشد نداره. بعد اونم گفت نه خب اگه میگه نمیشه لوپ خودم رفتم دو تا نقشه رو گرفتم، رفتم سابمیت کردم، گرفتم پرمیتشو. بعد به رئیس بعد دیگه من گفتم آقا این پرمیتش دیگه نپرسی چه جوری شد. من یه پارتی داشتم شو، من گفت باریکلا بچه زرنگ، باریکلا عزیز دارم گست یارو پارتیات کی هست. میدونی بدیه این تجربه چیه واسه این نوع افراد؟ حالا مثلا این بیزنس ها اینه که وقتی به حرفاشون گوش میدی و از تجربیاتشون میگن خیلی میگن و مینالن از حالا مثلا اجازه هست خارجی ها تو چیز بذارن داره. از این خارجی ها میگن بابا اینا کار را نمیندازن، نجات پرستن. نداشت دیگه، میدونی که چی کد نداره خارجی. دوست داشتم بذار اینا که خارجی نیستن که ماها خارجی مثلا چرا دیگه عذر خواهم بخونده هم موردش. آره شب تحقیق کن، برو گوگل کنی میبینی که میشه. برو پیلوتاپو بزن تو ایرکد بزن یه چیز دیگه. واسه اون فارسی میگن به قول معروف. باید به قول معروف باشی که تو بگی، نباشه اشتباه به کار میبری. خب مینالن از یه کلیگویی میکنن میگن فلان بیسار. خب عزیز من وقتی تو اینطوری طی میکنی با مردم مثلا محاوره داری و ایمیل میزنی و صحبت میکنی، خب نتیجه دیگه نمیتونی بگیری. آره مینالن که کار را نمیدن. حالا من 95% اینتراکشن هایی که داشتم با خارجی ها میخوان کار را بندازن، یعنی میخوان کمک کنن. چون که ببین یه برده دیگه، یارو مثلا کار تو راه اندازه، خب بعد اونم بعد بشینه خونه دیگه کاری نداره انجام بده، به اونم دیگه حقوق نمیرسه. یعنی تو اگه نتونی کار بکنی اونم نمیدی، یه دونه لوپ دیگه همه به هم دیگه بستن. ولی خب از اونورم باید بتونی حرفتو به طرف بزنی دیگه. و بعضی موقع ما چیز غیر منطقی میخوایم، یعنی مثلا واقعا یه چیزی میخوای که نمیشه. مثلا یه چیزی میخوای که واقعا فوش داره مثلا تو این کشور مطرح، ولی خب میری میگی دیگه، مثلا میگی نه حالا که من اینجام، ما تو ایران این کارو میکردیم، تو ایران خیلی کارا میکردیم ولی دیگه یه ذره فرق داره. با بدید اینجا. آره. این بخش پادکست غیر آموزشی بود واقعا برای افرادی که حالا ایمان رفت پایین اومد و اصلا تو کار برقن و اینا. نه کلا ببین نه کسایی که یه ساخت و ساز، یه چیزی که خارج از ایران زندگی کردن داره یا هر جایی که تو میریزه، حتی اصلا شهر تماس بکنی و سعی کنی با کالچر اونجا، با فرهنگ اونجا خودتو وقف بدی، یعنی نمیتونی چیزی که توی مثلا یک کشور شهر دیگه داشتی انجام میدادی و بیاری با خودت اینجا و از اونورم توقع داشته باشی که کارو بکنه. یعنی میان مثلا نه زبان مثلا میخوان درست یاد بگیرن، نه میخوان کار رو از راه و روش خودش انجام بدن. خب قطعا از اونورم دیده اون اشخاصی که کار رو راه میندازن نسبت به یه سری آدما بد میشه دیگه. میدونی چی میگم؟ این از اونورم مثلا میگن که خب توی 50 تا ایرانی قبلی که اومدن اینجا مثلا 45 تاشون داشتن یه کار خیلی عجیبی انجام میدادن، بهتون گفتم یارود خاک برداری میکرده. بهتون گفتم. آره تو خودکست تو خیلی خودکست‌های قدیم گفتم. یارو خونش مثلا اینطوری بوده که یه زمینی بوده که پشت زمینه دیگه مثلا یه دره‌ای بوده، اون دره پایینش یه دونه رود بوده که ماهی توش رفت آمد میکرده. این داداشمون هرچی خاک برداری میکرده میریخته تو دره، دره رو پر کرده، اون پشت رود بسته، رود بستن. بعد اومدن مثلا ازش 4 میلیون دلار جریمش کردن که فقط مثلا بیان اون خاکایی که ریخته تو رود و اینا بیان جمع کنن تو دره. خونه رو برمی داده بره. آره به خاطر همین فهمیدن دیگه. آره دیگه خیلی اتفاقا آخرش که میشه هم وقتی هم پولی همه اینا هزینه‌ای که کردی بیشتره اون راهه معقوله بوده. ولی خب مثلا بعضی از این توقعی که اینجا هست واقعا تو ایران منطقیه. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا یه کاری که من خیلی میبینم انجام میشه توی مثلا ایرانیا، دوست دارن که یه سری کارا رو با همدیگه موازی پیش ببرن، بعد هر کدومش بهتر شد یا سویش کنن رو. مثلا تو میخوای خونه بسازی، مثلا میگی که من اینو هم خونه رو جلو میبرم، هم هتل و هم مغازه رو. مثلا یه زمینه توش مثلا میگی که خب بعد مثلا میری چه شهرداری میگی که میخوام خونه بسازم، من میگم خب مثلا برای گرفتن پرمیت مثلا مجوز خونه با این کار انجام بدی. بعد زمین میگی جلوتر میبینی که نه حالا مازار هتل داغه، بعد میری شهرداری میگه نه اینو میخوام هتلش کنم، میگم تو شو دیروز می‌خواستی خونه بسازی چجوری شد؟ بعد مثلا میگی نه مغازه الان خیلی بهتره، میری دوره شهرداری میگی الان میخوام تجاریش کنم، بیا برو بیرون تا اول بفهم میخوای چیکار بکنی اینجا رو. بعدا اصلا اینجا زیاد رسم نیست که بخوای این کارو بکنی، رسم نیست که درست نیست بخوای موازی بخوای ببری جلو. آره ببخشید من رفتم با ادای منبر. نه خواهش می‌کنم، استفاده می‌کنم. همش سگمنت فکر کنم خراب دیس خوبی بود. آره سگمنت می‌خریم یه دونه جدید. ایمان سیم زیاد. اینا هم چیزای جدیدیه که به خودکست اضافه شده. بله بر ما قرمزه. بله. رنگ تیمتون ربط داره. بر فرهاد زرد. اینا با فکر گذاشته شده. همه اینا فکره. توش اینجا همه چی با فکر انجام میشه. آخر بنفشی برام آبیه چرا بنفشی نمیشه اینجا؟ نیویه، نیوی بلوه. شما تیمت چیه؟ من زبده چلسی. قشنگ گفت چلسی رو، قشنگ گفت. چلسی رنگیه؟ ارزش دوسته. چیزی که تو چه خبر؟ تو چی کار دیگه کردی دیگه؟ هیچی نداریم بگین جالبی. نه وقت جیدا. ایمه اتفاقا درسته تو حمص بود. درسته. آره حمص درسته. حمص رنگی درست شده دوباره درست کنم ولی او به ما بدید. پریشب سوسیس بندری داشتن درست میکردم. خیلی هم مشتی شد. با کی درست کردی؟ از رو دست باختی کی درست کردی؟ جواد. آخ. یه پیام دارم به جوادی، واقعا رسپیاش خوب در میاد. اینو بگیم. ولی خیلی طول میده. یعنی یه دونه سوسیس بندری نیاز نیست 35 دقیقه ویدیو باشه. آخه ایشون واسش خاطره میگن بس میکنن. کاراکتر قشنگه. کاراکتر عالیه و کانتنت عالیه. اونا اصلا چیز نمیگن ولی بعد من جوادی میزنم رو دورتون که جوابم بگیرم. کل حرفاش هم جواد اینو میگه. روبو بذاره سرخ بشه. آره. یعنی اگه روبو غذا چیز میشه. اگه رو با اون غذا چیز نه، ولی سوسیس بندری داشتم درست میکردم قبل پیرمردگی بشم، غذا نرسیده دیگه هیچ. قبلش اومدم تکست بدم تو گروه بگم آقا من میخوام آشپزی کنم اگه کاری کنید به ما بگید، قبلش یا زنگ بزنید یا بهم بگید اطلاع بدید. ولی آره چیو بهت اطلاع بدیم مگه چی قرار بشه؟ یه عکس تو گروه فرستادی گفتی لیک شده، اون چی بود؟ خودت بودی کنار استاد، من و فرهاد بودیم 4 تا 15 سالمون بود. اون فرهاد اصلا نفهمیدم من، یعنی حدس می‌زدم یکیش تویی، ولی آره دیگه منم اون اصلیه، اون که وایساده بود خب این خیلی تابلوه، اونی که تو آب بود یعنی خشایار نبود مثلا. بعد فرهاد استایل جالب اینه که عینک خودشو داره، عینک شنام بله رو سرشه. الان خب داری میگی اینو بعد بذاریم، میذاریم دیگه عکس لخت تو این ویدیو کلا نود بچه‌ها لو رفت کلا. واقعا توی تو 14-15 سالم بود. ببین میگن پیوبرتی کمک کرد حاجی، تو اگه این میموندی توفم تو صورتت نمینداختن. شاید خیلی الان آقا پیو یعنی برید اگه این چه احترامی قائلم برای همسر شما، یعنی اون قیافه رو دیده بابا؟ نه ندیده. چرا دیگه 100% دیده. چرا این قیافه رو دیده؟ نه آخه همسن بودن به هر حال، شاید ایشون هم همین شکل بوده. چه دیسه فاخری کرد واقعا. این قیافه رو کسی دیده یعنی مثلا من اگه من توقع داشتم پدرم ندیده باشن چون میدم میذاشتن دم در شما رو. من عکسای اون موقع رو میبینم، لباسایی که میپوشیدیم هم خیلی، من که یه کاپشن داشتم گرفته بودن از ایران واسمون، اومدیم اینجا باز اندازم الان پدرم میپوشن واقعا. من بابا میپوشن اون کاپشن، پدرشم از شما درشترن یعنی. نه اون خیلی بزرگ بوده. بله یعنی با اینکه 30 سالت شده باز آره خب استخومندی با اون بزرگتر منه بازم. این از اون جملات عجیبی که توی ایران میگن استخومندی، استخونش داره چاق‌تره دیگه. چرا میخوای بهتر استخومندیش بشه؟ این از کجا میشه؟ مامان منم میگه میگه نه نه، مامان اینطوری میکنه میگه که میگم بهش میگه آره چاق شدم، نه تو استخونا درشته، تو استخونا ما کجاش درشته؟ هیچ چیز ما درشت نیست، فقط شکممونه که درشت ها داره، من هیچ چیز دیگه درشت نیست، اینجا مینیمال بخور نمیره بر مینیمومه بخور نمیره سیفه. این دیگه ببندیم فکر کنم واقعا احساس گل افتاده دیگه، افتادیم دور دیگه. اینو می‌خواستم بگم جدیداً چی نگاه می‌کنید؟ خیلی چیز دیدیم، چیزای مختلف. اگه انقدر رفتاری می‌خوام بزنیمش برای بعدی. اوکی آقا ما میریم. مرسی که تا اینجا با ما بودید، مرسی که این 6 ماهی که ما نبودیم ما رو تحمل کردین. ما میریم و با اپیزود بعدی اون برمیگردیم. نمیدونیم چند شنبه ریلیس میشه دیگه، یا پنجشنبه است یا جمعه، شنبه دوشنبه برمیگردیم. فعلا خدافظ. خدافظ. ندار